با سلام خدمت همه دوستای عزیزم، من شیما معتمدی هستم. به مجموعه آموزش زبان انگلیسی من خوش اومدید. Hello guys, my name is Shima Motamedi and let's start learning English. خب دوستان، تو ویدیویی که امروز براتون آماده کردم میخوام بهتون یاد بدم چطور سلام علیک کنیم، احوال پرسی کنیم. خیلی ساده است، خیلی کوتاهه، امیدوارم که بتونیم با همدیگه خوب یادش بگیریم. طبق روال گذشته دفتر و قلمتون رو آماده کنین، چون میخوام نکاتی رو که بهتون میگم حتما یادداشت کنین. خب شروع میکنیم. Hello Ali. How are you? سلام علی. حالت چطوره؟ Hello برای زمانیه که ما میخواییم فرمال و یا رسمی صحبت کنیم. و در جواب علی به من میگه Hello Shima. I'm fine, thanks. And you? خب علی میتونه چیزای دیگه هم به من بگه به جای اینکه بگه I'm fine, thanks. And you? میتونه به من بگه Great, thank you. And you? I'm very well, thank you. And you? Not too bad, thanks. And you? Not very well, thanks. And you? و من در جواب بهش میگم I'm okay, thanks. خب حالا بریم ببینیم معنی اینایی که گفتیم چی میشه. I'm fine, thanks. And you? یعنی من خوبم، مرسی. و تو چطور؟ And you? یعنی و تو چطور؟ Great. یعنی عالیم. Thank you. متشکرم. And you? و تو چطور؟ I'm very well. Thank you. And you? یعنی من خیلی خوبم. متشکرم. و تو؟ Not too bad. خیلی بد نیستم. Thanks. متشکرم. And you? Not very well. Thanks. And you? یعنی خیلی خوب نیستم. Very یعنی خیلی. Well یعنی خوب. Not very well یعنی خیلی خوب نیستم. Thanks. متشکرم. And you? و تو چطور؟ و من در جواب میتونم بهش بگم I'm okay. یعنی من خوبم، اوکیم. یا اینکه بیام هر کدوم از جوابایی رو که سمت راست میبینین به علی بگم. مثلا میتونم بیام بگم I'm fine, thanks, I'm great, I'm very well, not too bad, not very well, I'm so-so یا هر چیز دیگه. خب اگر این پی دی اف رو یاد گرفتیم میریم سراغ پی دی اف بعدی. خب بعدی Good morning. صبح بخیر. Hello. Good morning. سلام. صبح بخیر. یا Good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon یعنی ظهر بخیر. Good evening یعنی عصر بخیر. Hello. Good evening. خب یه بار دیگه. Good morning. Hello. Good morning. Good morning یعنی صبح بخیر. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Good afternoon یعنی ظهر بخیر. Good evening. Hello. Good evening. Good evening یعنی عصر بخیر. خب نون یعنی ظهر. اینم یادمون باشه که حتما یادداشت کنیم. نون یعنی ظهر. خب دوستان این پی دی اف هم یاد گرفتیم. بریم سراغ پی دی اف بعدی. خب دوستان الان میخوایم یاد بگیریم یه ذره خودمونی تر، یه ذره فارغ از اون حالت رسمی بیایم سلام علیک کنیم، حال همدیگر رو بپرسیم و ببینیم جواباش چیا میتونه باشه. What's up? What's up? یعنی چه خبر؟ What's going on? What's going on هم همون معنی رو میده، یعنی چه خبر رو؟ What's news? What's news? یعنی چه خبر جدیدی هست؟ How's life؟ این زندگی چجوریه؟ How are things؟ یه جورایی این هم مثل همونه، همونجوری که تو ویدیوهای گذشته گفتیم نمیتونیم بیایم دونه دونه کلمات رو معنی کنیم. تو انگلیسی باید بیایم
ببینیم معنی جمله چی میشه. پس شد What's up? What's going on? What's news? How's life? How are things? هر کدوم از اینا رو میتونیم بپرسیم برای اینکه بیایم یه conversation و یه مکالمه رو شروع کنیم. خب در جواب میتونیم ما هر چیزی رو بگیم. مثلا بگیم nothing, not too much، یا مثلا بیایم بگیم این خبر یه خبر جدیدی هستش و اینجوری مکالمه رو ادامه بدیم. خب یه بار دیگه مرور کنیم. What's up؟ چه خبر ها؟ How's going on؟ نم همون یه جورایی What's up. What's news؟ خبر جدید چیه؟ How's life؟ زندگی چطوره؟ چطور میگذره؟ How are things؟ چه خبر رو یعنی از چیزای مختلف چه خبر؟ Nothing. Not too much. یه جورایی این برای موقعیه که من میخوام یه جواب کوتاه بدم و رد بشم، ولی اگر بخوایم جواب بلند بدیم اونو انشالله تو ویدیوهای بعدی بهتون آموزش میدم. خب بریم سراغ قسمت بعدی. خب دوستان تو این قسمت میخوایم بیایم یه ذره رسمی تر یاد بگیریم که ببینیم وقتی میخوایم یه مکالمه رو تموم بکنیم باید بیایم چیا بگیم. It's very nice to meet you. It's very nice to meet you. یعنی خیلی خوشحالم از ملاقات با شما. Meet یعنی ملاقات، صحبت کردن. Meet یعنی همون میتینگ دیگه. بگم همه تو شنیدی. It's very nice to meet you. و در جواب من مثلا میتونم بیام بگم It was a delight to meet you too. Delight و pleasure یه جورایی به معنی لذت بردن هستن. It was a delight to meet you too. اون توی آخر یعنی TOO که آخر اومده به معنی همچنین هستش. It was a delight to meet you. یعنی برای من هم خیلی خوشایند بود. برای من هم همچنین. I'm pleased to meet you. من خیلی خوشحال شدم از ملاقات با شما. I'm pleased to meet you as well. I'm pleased to meet you as well. یعنی میگه من هم همینطور خیلی خوشحال شدم از ملاقات با شما. As well یعنی به همچنین، یعنی یه جورایی منم همینطور. Well به معنی خوب هستش و اینجا همونطور که گفتم نمیتونیم ما بیایم کلمات رو دونه دونه معنی کنیم، باید بیایم ببینیم معنای جمله چی هستش. It's pleasure to meet you. باعث لذت و خوشنودی من هستش که با شما ملاقات داشتم. The pleasure was mine. و من در جواب حتما میگم که این خوشنودی برای من هم بوده. The pleasure was mine. Mine یعنی برای من. Was mine یعنی برای من هم بوده. خب یه بار دیگه میایم یه کوچولو اینا رو دوباره بررسی میکنیم. اینا برای قسمت فرمال بودن. زمانی که ما میخوایم یه مکالمه و یه conversation رو بیایم تمومش بکنیم. It is very nice to meet you. از ملاقات با شما خیلی خوشبختم. It was a delight to meet you too. Delight و pleasure هم معنی هستن. یعنی خوشنودی و لذت. یعنی اون لذت برای من هم بوده از ملاقات با شما. I'm pleased to meet you. I'm pleased to meet you as well. It's pleasure to meet you. The pleasure was mine. خب دوستان اینا برای زمانی بود که ما می‌خوایم فرمال و رسمی صحبت کنیم. حالا اگر بخوایم یه ذره خودمونیش کنیم. میایم میگیم nice to meet you و در جواب میگیم nice to meet you too. همونطور که اول این قسمت صحبت کردیم راجبش TOO یعنی همچنین، too یعنی همچنین. Nice to meet you یعنی از ملاقات با شما خوشبختم. Nice to meet you too.
یعنی منم همینطور، منم از ملاقات با شما خوشبختم. خب دوستان، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. لطفاً اگر لذت بردین لایک کنین و برای دوستاتون به اشتراک بذارین و یادتون نره که سابسکرایب کنین. متشکرم، تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.